یک کلمه خیلی مهم داره بیدل و اصلا نگاه نشده بهش، تو عرفای دیگه هم هست، مفهوم جمعیت. مفهوم جمعیت رو توی مدل زوروان ما الان بهش میگن مرکزدار بودن، یعنی اصلا مقام جمع داریم و مقام تفرقه. یعنی آدما توی عرفان حرف خیلی جدی و مهمی هم هست که میگه آدما در حالت پایه تفرقه دارن، تیکه تیکن، واگران، ولی میتونن متمرکز شن، میتونن جمع شن، و اگر جمع شن مقام جمعه و مقامه، یعنی باید تلاش کنی به این نقطه برسی، و وقتی رسیدی دیگه رسیدی. میگه به رنگ سایه، مثل سایه که پخش و پلاس این ور اونور میره، میگه به رنگ سایه ز جمعیت هم مگوی و مپرس، گذشت عمر به خواب و دمی نیاسودم. مثل سایه‌ای که مرکزدار نیست، بند به یه چیز دیگه و پراکنده است و هی حرکت میکنه رو چیزهای مختلف، ما توی زمان کرانمند اینطوری زندگی میکنیم. و این در واقع یک آسیب شناسی از مفهوم من توی نگاه بیدل. حالا ما میتونیم یه قدم دیگه بریم جلو و ببینیم که این زمان رو توی این وضعیت چیز چجوری میبینه. اول اینکه میگه این زمان کرانمند بی سر و تهه، پیشرفتی برخلاف اون چیزی که فکر میکنیم توش نیست. میگه عمر چون شهرت عنقا به غم شبهه گذشت. میگه عمرمون گذشت چون شهرت عنقا. عنقا خب سیمرغه و مشهور بوده که، یعنی خیلی پرنده مشهوری بوده ولی هیچ کی نمیدیدتش. میگه بعد خیلی معتقد بودن که پرنده اساطیریه دیگه، عنقا نداریم اصلا، فقط حرفش در میانه. میگه عمر چون شهرت عنقا به غم شبهه گذشت، همش تخیل و توهم بود. کس نشد محرم اسمی که مسمایش بود. میگه اون سیمرغی که مشهوره ولی انگار وجود نداره خود تویی. هیچ آدمی اون اسمی که مسمایش بود، من مثلا اسمم شروینه، اون شروینی که باید باشم نیستم. من مسما به فلانی هستم ولی خود اون فلانی نیستم، محرم اون اسم نیستم. کس نشد محرم اسمی که مسمایش بود. دوری مقصد پی باخته یکدگریم، هر که دی محو شد امروز تو فردایش بود. ببین زمان خطی رو چقدر قشنگ میگه. میگه ما مثل کسانی هستیم که به سمت مقصدی داریم میریم پشت سر هم، و در واقع مقصد رو از دست میدیم چون دوره، چون نارسیدنیه. چرا؟ چون هر که دی محو شد، چون میمیریم وسط این راه. اونی که دیروز مرد امروزش مثل فردای تو هم دقیقا همینجوری هستی. تو زمان خطی همه شبیه هم دیگه.